وقتی هانری لانگلوا یکی از پایه‌گذاران سینماتک در فرانسه شد و خود خدمات سینماییش را دنبال کرد، جایزه‌ای که امروز به نام او از 6 سال پیش به هنرمندان سینمای فرانسه و یا جهان داده می شود، چنان اعتباری را حفظ کرده که نام و حضور هنرمندان فرانسوی در طول همین چند سال اعتبار این جشنواره هر ساله گشته است. پانزده هزار تماشاگر با نمایش 53 فیلم حاصل کار امسال جشنواره بود و مراسم امسال آنگونه که لانگلوا باور داشت ارائه گردید. سینما در زندگی شما و زندگی شما در سینما. در بخش اعطای جوایز فیلم‌های با ارزشی را مشاهده کردیم. بطری شیشه‌ای در دریا که بازیگر بهترین زن خانم عباسی گفت فرانسه، اسرائیل، فلسطین، اینجا در وطنم هستم. در جمع میهمانان کلود لولوش گفت که اولین فیلمش را در 22 سالگی به هانری لانگلوا نشان داد و دلگرمی و پشتکار را از او آموخت. فاطمه معتمدآریا میهمان امسال جشنواره است. یک خانم روزنامه نگار به همراه مارینا ولادی که جایزه امتنان و قدردانی را به وی دادند گفتند ما در فرانسه شانس آزادی گفتن و نوشتن را داریم، اما همه جا این گونه نیست. برخی باید در سایه نور خورشید را لمس کنند. زنانی که زن بودنشان جرمشان می شود. فاطمه معتمدآریا 1.5 سال است که اجازه بازیگری ندارد. آزادی را از هنرمند که بگیرید جان می بازد. جایزه ما علیه کس و یا کشوری نیست. این اعتبار و حرمت آزادی است. همان گونه که لانگلوا گفته بود سینما جهان من است. به همه سلام میکنم و میدونم که همه ما دلیلی برای اینجا بودن با هم داریم. دلیلی برای اینکه بدون اینکه فکر کنیم چه زبانی داریم، از چه کشوری اومدیم و در کجای جهان زندگی میکنیم دور هم هستیم. بدون اینکه فکر کنیم سیاستمدارانمون در کشورهامون چه چیز رو بین خودشون تقسیم میکنن، ما با عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم و سهم خودمون رو هم برمیداریم. ما عشق رو، دوستی رو و محبت رو تقسیم میکنیم بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم، چه زبانی داریم، چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسان‌ها همدیگر رو دوست داشته باشیم و همه جا با هم باشیم. Je suis très touchée de votre attention au cinéma iranien et je demande de partager mon prix avec mes collègues en Iran. Merci à tous. تصویر آخر به سمبل آن که زن باید چهره بپوشاند، هانری لانگلوا فاصله دیدن و دیده شدن سینمای کشوری می شود که هر ساله اعتبار و افتخاری توسط هنرمندان این کشور برای سینما به دست می آید. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.